از اینکه وقت برنامه رزت نگیرم استاد، این در سوال خودمی افراد اشخاص را که شما نشان دادین که مردم افتاد میکنه که تو کجا میری و ریش پانه خب برنامه که دمی برنامه تان که شما ایره نشان دادین استاد، از اینکه افراد هستن که شهرت ندارن ولی همچه افراد زیاد هستن و به نظر من دلیل از اینکه استاد اینا اینقدر افرادی هستن دور بودن از اینا از قرآن عظیم شان است و وقتی که یک مسلمان از قرآن دور شد استاد به هر نوع گمراهی حتی در آینده ها شاید از دین اسلام جدا شود استاد عزیز. اما سوال اینجاست استاد عزیز، ما خود افغانستان با این طرف افراد اشخاص مواجه هستم و اینا به بسیار آسانی اگر برشان قرآن عظیم شان از برشان آیت بخونی گمراهی هایی که روان هستن برشان مطابق قرآن برشان بگویی که این کار عمل تو کار خوب نیست ولی اینا میگه تو وهابی هستی و تو کافر هستی استاد عزیز. اما سوال اصلی است که آیا ما باید در افراد چی بکنیم؟ اینا از جهالتشان حتی ما افراد را میشناسم استاد که مردم به قتل رسانده. آیا اگر دست ما برای تو افراد اشخاص برسن ما یا را بکشیم یا نه؟ قبل از اینکه شما جواب بدید ما باید ایران بگیم که اسلام دین قتل و کشتار نیست. خدا کنه شما سوال ما گرفته باشید استاد عزیز. تشکر یک جان عزیز که به زنگم جواب دادیم. سلامت باشین، الله ای متعالفستان کنه، زنده و سلامت باشید برادر عزیز. صحبت میکنیم در این سوال شما و سوال برادر دیگری که در مورد برخورد بعضی ها با کسایی که مثلا رفع الیدین میکنن یا بعضی از سنت هایی رو که متروک هست در بعضی از جوامع انجام میدن، ببینید همه اینها برمیگردد به چی؟ به تعصب. یک انسان مسلمان، یک انسانی که دیندار هست، یک انسانی که از قرآن و سنت اطلاع داره نباید متعصب باشه. مثلا رفع الیدین، آمین به جهر، خیلی از چیزایی که امروز در جوامع ما شاید شما شراب بخورید، زنا بکنید، علیاذ بالله، اینقدر مورد نفرت اینها قرار نگیرید، در حالی که کسی که رفع الیدین بکنه یا آمین به جهر بگه بیشتر از این کسی که مرتکب این گناه ها شده مورد نفرت و حقد و کینه قرار میگیره. این جهل است، این نادانی است، این بیخبری از دین است، این تعصب بی جای است، تعصب بی جایی که اصل و سبب همه بدبختی های جوامع است. تعصب در اشخاص سبب شد که ما در طول مثلا جنگ های داخلی در طی این 40 سال گذشته کورکورانه در پی اشخاصی بریم که مثلا اگر تاجیک بود میگفت هست و نیست همین رهبر من این تاجیک است، اگر پشتون بود میگفت هست و نیست رهبر منم این پشتون است. تعصب حزبگرایی داشتن، مثلا از فلان حزب بودن رهبر برشان مقدس بود. تعصب در رهبر داشتن، در افراد داشتن، تعصب در سمت و شهر و مثلا این هراتی است، این کابلی است، این قنداری است، این نمیدونم مزاری است، این فلان جوزجانی است، این فاریابی است یا این پنچیری است. تعصب به سمت و قوم و قبیله داشتن، همه این تعصبات که هست در دین اسلام مذموم است، یعنی مورد نکوهش قرار گرفته است. حرام است که انسان به این تعصبات دامن بزند. مسئله زبان، مسئله قوم، مسئله اینا هیچ کدومش معیار برتری در دین مبین اسلام نیست. از همه اینا بدتر تعصبات مذهبی. تعصب مذهبی انسان رو از قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دور می کند. حتی تعصب گاهی اوقات انسان رو از اسلام خارج می کند. مثلا به طرف میگی که این سنت صحیح پیامبر است، میگه نه این در مذهب ما نیست. مثلا امروز اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زنده می بود و یک انسان متعصبی، یک حنفی متعصب می آمد می گفت که من قول امام ابو حنیفه رو بر قول رسول الله صلی الله علیه و سلم ترجیح میدم، باور کنید که امام ابو حنیفه به دهنش می زد. در حالی که خود ایشان فرمودن که هر حدیثی که به پایه صحت برسد مذهب من است. اگر گاهی حدیث صحیح به شما رسید
و قول من مخالف این حدیث صحیح بود، قول من رو به دیوار بزنید و حدیث صحیح رو بگیرید. همین کار رو با اقوال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، شاگردانشان امام ابو یوسف، امام محمد شیبانی، همین کار رو کردن. میبینیم که تقریبا با بیش از 80% از اقوال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردان درجه یکشان مخالفت کردند و برخلاف قول امام چی دادن؟ فتوا دادن. اما متاسفانه امروز این تعصب در بین مردم یک مرضی شده که اگر که 100 تا دلیل از قرآن و سنت هم بیاری میگه نه من این رأی مذهب است و خلاصه من از این خارج نمیشوم، که این متاسفانه یکی از مشکلاتی است که مسئله تعصب در بین امت اسلامی ایجاد کرده است، که امیدواریم الله سبحانه و تعالی همه ما رو از تعصبات کورکورانه نجات بده. آیا همچین انسانی رو ما باید بکشیم؟ نه خیر برادر عزیز و بزرگوار، یعنی اگر شما بخواید که مثلا هر کسی رو به خاطر یک اختلافی، به خاطر یک گناهی بکشید، که دیگه قتل و کشتار در یک جامعه حرج و مرج ایجاد می شود. کشتن، مجازات کردن وظیفه حکومت است، وظیفه محکمه است، حکم از محکمه صادر میشه و مسئولین یک حکومت این اوامر رو اجرا میکنن، نه اینکه هر کس به خاطر یک اختلافی، به خاطر مشکلاتی که با یک نفر دارد بیاید اون رو به قتل برساند. این که دیگه در جامعه عرج و مرج ایجاد میشود و همه زندگی مردم به هم میخورد.